Bonjour à tous, salut à tous, سلام به همه، توس، اینجوری می‌نویسن، سهشو در این حالت می‌خونن وقتی میگم سلام به همه، سالو ا توس، به همه. خب، همه وقتی پشت چیزی نباشه پس اسش خونده میشه، توس. در مورد اینا صحبت خواهیم کرد. خب، درس 71، لسون 71، درس 71 می‌بینید که ا داره، در واقع یعنی 60 و 11. گفتیم از 60 تا 79 همه 60 داره. خب je bois یعنی چی؟ چجوری میخونمش؟ این او او ای هاز وا من بوا اسمش هم خونده میشه. je bois du café، من دارم مقداری کافه میخورم. دو پس معنی مقداری هست اینجا که ربطی به بوا که فعل بواغ باشه یعنی نوشیدن، من می نوشم مقداری قهوه، رفتی به بوا نداره پس مقداری قهوه است، درسته؟ حالا ما یه فعل داریم به نام فر که قبلا با تون کار کردم، صرفش رو می دونیم. je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. این رو می دونیم. می خواهم با این فر دو که این حرف اضافه دو به این فعل مربوطه، بچه ها الان می خواهم بگم که معنی انجام دادن. اگه بخوایم ورزش خاصی رو انجام بدیم میتونیم با faire de بگیم. مثلا من faire je fais، من انجام میدم. حالا دوش هم باید بیاریم چون ربطی به فعل داره، میخوام یا اسم یه ورزش رو بگم. de jogging، jogging یعنی قدم، در واقع دویدن نرم و آهسته ای که برای حالا ورز کم کردن و به هر حال یه نوع دویدن هست. میتونیم توی پارک باشه، میتونه تو خیابون باشه، جوگینگ. پس من میکنم، این دو به فعل ربط داره. چرا دو داشتیم؟ چون باید میخوایم بچه اسم ورزش رو بگیم و جوگینگ لو جوگینگ هست و دو و لو تبدیل میشه به دو، درسته؟ پس je fais du jogging یعنی من ورزش میکنم، من میدو، من ورزش دویدن میکنم. بنابراین این ورزش در حالت کلی است، من همیشه مثلا ممکنه ورزش میکنم. Je fais du jogging tous les jours. هر روز. Tous les jours. Tous les jours. اسمش خونده نمیشه. Les که اسمش خونده نمیشه. Jours. اسمش خونده نمیشه. ببینید. مثلا من ورزش میکنم. ورزشی که همیشه میکنم. حالا اون ورزش میکنه. دختره. Elle fait. دوشو باید بیارم. Sport. Sport نیستن. Sport میخونن. اوش اویه. بازه سپر سپر جف الف دو. خب لو سپر هست، ورزش لو هست، مرد. دو و لو تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به دو. پس این دویی که اینجا تبدیل صورت گرفت، این دوه بچه ربطی به این فعله داشت، میبینید اینجا به این فعله ربط داشت، ولی اینجا این دویی که حالا دو لو بوده، دو لو کافه بوده، شده دو کافه، ربطی به این فعله بچه نداره. این حال آرتیکل های پارتیتیو هستن که اینجا به معنی مقداری هست. پس اینو همیشه باید دقت کنید که این آرتیکل های پارتیتیو که معنای مقداری باشن یا تعدادی، درس 33 همه رو کار کردیم، با اینی که اینجا به وجود میاد که این دو به این فعل ربط داره، باید جزی از فعل باشه، در واقع فعل که فعل باشه، دو همیشه چسبیده بهش و این سپر لو بوده و این اختصار صورت گرفته، تبدیل شده به دو. این دو تا حالت رو بتونید تشخیص بدید، یعنی بفهمید که فرق این با این چی هست، خیلی خوبه. این دوش به فعل ربط داشته، این دوش اصلا ربطی به فعل نداره، بخشی از آرتیکل پارتیتیو هست که میخوایم مقداری رو مشخص کنیم. دو لو بوده، شده دو. دو دو سپر، من ورزش میکنم هر صبح. تو ل ماتینز، تو ل ماتان، تو ل ماتان، tous les matins، هر صبح. tous les jours، هر روز. خب حالا اینجا چرا توس شده، بعد هم بهتون توی درس دیگه میگم، ولی اینجا فعلا بدونید، میبینید همینجوری نوشتارش خوب و یاد بگیرید، همینجوری خیلی مهمه. matin میبینید که یه اس گرفت که جمع باشه. مثلا آنها بگیم il font، آنها فو دو رو باید بیارم، فون دو لا بوکس، اوش این
bugs هست، مثل باز همون اوی باز هست. خب ایل فون آنها میکنن، دوشا باید حتما داشته باشه و بوکس میشه لبکس. لبکس پس دولا تبدیلی صورت نمیگیره، اختصاری صورت نمیگیره. اونا بوکس میکنن، یعنی هر روز حالا یا هر هفته به هر حال به طور منظم بوکس انجام میدن. میتونم بگم ووفت فتوو، حالا برعکسش هم کنم فتوو دوشو بیارم، میخوام بعدش بگم حالا دونز. دونس یعنی رقص، این هم یعنی ورزش در واقع. دو لا دونس هست، فتوو دو لا دونس یعنی رقص میکنید، ورزش رقص انجام میدید، مرتب میرید کلاس رقص به این حالت. وی جو فی دو لا دونس، دو لا دونس این هم آیه دو دماغ. دو لا نتسیون، دو لا نتسیون یعنی اصلا شنا، ورزش شنا مرتب برید انجام میدید. که اگر بخوایم من در حال شنا کردم هستم، من در حال رقصیدن هستم و اینها دیگه بچه فرق میکنه. مثلا دونس یعنی رقصیدن، من دارم میرقصم، جو دونس، جو دونس من میرقصم، یعنی دارم الان میرقصم. این واقعا یه ورزشی نیست که من حالا هر روز بخوام انجام بدم یا به طور منظم و مرتب بخوام انجام بدم، الان در حال حاضر. پس اینایی که در دارم انجام میدم، دارم میکنم، من میتونید حالت حال ساده بیان کنید، جو دونس. آن سوممان، آن سوممان. بعضی آقا این سو رو مثلا دیگه اوشو حس میکنن، سه رو میچسبونن به مه. آن سومو، آن سوممان، مومان، آن سوممان. خب فر دو رو پس گفتم، بازی کردنم میشه گفت جوه، یعنی بازی کردن، جوه. این حالت حالت عادیه، مثلا میخوام جو 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 که او اخ حس میشه ا میگیره دیگه، نه رو بلدید درسته؟ اینو برای خودتون صرف کنید، ببینید یادتون هست اون ترمینزو ها یا نه. خب جو اگه بخوایم بگیم بازی کردن یه ورزش با چی؟ با آ میگه. پس فر انجام دادن ورزش با دو هست، جو فی دو سپر من ورزش میکنم، جو آ هست. آ رو مثلا واسه هر بازی کردن معنی میده. خب بعضی از ورزش ها رو نمیشه بازی کرد، باید انجامشون داد، اینو باید بگیم همیشه. ولی جوه رو میشه مثلا جو جو ا فوتبال. فوتبال، فوتبال رو بخوایم بگیم باید بگیم که لو هست یا لا هست، که لو هست و آ و لو تبدیل میشه به چی بچه ها؟ این اختصارا رو یه بار دیگه باز کار کنیم. آ و لو تبدیل میشه به او، اینجا هم بود. دو و لو تبدیل میشه به دو، درسته؟ بنابراین میگم جو جو او فوتبال، او فوتبال. مثلا نو جوه او ار هست میشه چی میگیره؟ او ان اس. جون، نو جون. آ میخواد تنیس، لو تنیس هست، آ لو تبدیل میشه به او، میشه او تنیس. نجوم و تنیس، تنیس بازی میکنیم. حالا میتونیم بگیم تنیس انجام میدیم، اینم میشه گفت. نو فزون دو اگه بخوایم بگیم دیگه مسلما وقتی انجام میدیم دو میاد. تنیس دو لو تبدیل میشه به چی؟ به دو. حالا اینا رو هی شنیدنشون خیلی مهمه. همیشه میگن دو تنیس، جو فی دو تنیس، دو تنیس، بعد میفهمیم دو درسته. بعد میفهمیم که از دو میتونیم حتی آرتیکل اینو تشخیص بدیم. جو فی دو لا ناتاسیون، دو لا ناتاسیون مثلا شنا، اینو میدونم که پس دو لا هست. مهم این بود که پس از اینها اگر زیاد بشنوید میتونید آرتیکل اینا رو تشخیص بدید، زنن یا مردن، اگر تو شنیدار از شنیداری کار کنید. به خاطر همین شنیدن خیلی مهمه، همیشه نباید من آرتیکل رو بدونم. اینو مثلا ندونم ولی او تنیس رو زیاد شنیدم، او آها خب پس این لو هست. دو رو زیاد شنیدم، دو تنیس، دو آها پس این لو هست. سکیه یعنی اسکی کردن، جسکی، جسکی یعنی من اسکی میکنم، جسکی من دارم اسکی میکنم، این دارم اسکی میکنم. اگه من میخوام بگم من اسکی میکنم، یعنی در واقع یه نوع ورزشی که همیشه انجامش میدم، میگم چی؟ جو فی دو سکی، که اینجا از فعل سکی هست استفاده کردم، اینجا از اسم سکی استفاده کردم که دو لو سکی هست میشه دو سکی.
پس فرقه. جو اسکی یعنی اسکی میکنم، به حال در حال اسکی کردم، و جو فی دو سکی رو فهمیدید الان که این یک اکتیویته یا یک فعالیت هست که تقریبا میشه گفت به طور منظم انجام میگیره. این حالا ممکنه، اینم ممکنه حالا همین معنی رو بده، ولی این دیگه دارید میخواید داره انجامش میدید، در حال هم میتونه معنی بده. مثلا اینجا دانس میبینید، در حاله، جو دانس، در حاله. اینجا هم گفتم باز اگه بگم جو فی دو لا دانس دیگه، اونجا دو لا دانس دیگه، اینجا اسم هست. میبینید که اینجا فعل هست صرف شده، اینجا دیگه اسم هست، با اینکه حالا شبیه هم، میبینید اینجا با اینجا شبیه، ولی این اسم هست چون لا داره. میبینید که دو و لا دیگه نیاز به اختصار نداره. خب اینم از فعل دو و جوه آ که دو تا فعل مهم هستن که اینو صرفش کرده بودیم. اینم صرفش آسونه چون به عهده خودتون میذارم، چون قبلا کار کردیم. و یه سری چیزی دیگه هم که میخوام بازی تکراری کرده باشم، یه سری ترمینزوها بهتون گفتم. آیسو آیسو آیت یونزو ایزو آی انت. خب اینا رو حالا یه مقدار همینجوری یه بار واسه خودتون دو سه بار تکرار کنید، همینجوری که من میگم آیسو آیسو آیت یونزو ایزو آی انت، تکرار کنید دو سه بار کافیه. چند تا تمرینم بهتون میدم. اینا از درس 71 درسای ما در سایت almanifarsi.com/french به ترتیب و با کاتگوری قابل دیدن هستن. youtube.com/ashkan1978 و facebook.com/fransavi_با_ashkan. درس‌ها رو با دوستان دیگه هم به اشتراک بگذارید تا برای دوستان دیگه هم قابل استفاده باشه. در حد امکان هم تا اونجایی که میتونید درس‌ها رو به صورت آنلاین ببینید. به چندین دلیل که تو درس‌های قبلم گفتم، یک، تمرینایی که شما انجام میدید و جواب میدید و با توجه به اونها میتونم با یک مقدار تکرارا رو کم و زیاد کنم. دو، به ما کمک میکنه که این درس‌ها راحت‌تر پیدا بشن تو یوتیوب و توی سایت، و مسلماً این انگیزه بیشتری هست واسه خود من که ببینم واقعاً بیرنده هست که من ادامه بدم این کارا رو، که واقعاً کار آسونی نیست، خودتون هم میدونید. به این ترتیبی که داریم جلو میریم، با این دقت و با این حساسیتی که من به درس ثبت کردن دارم، اینجوری نیست که من بیام یه چیزی رو بگم که از قبل آمادگی وجود نداشته باشه. به خاطر همین واقعا پروژه زمانبریه، و همیشه هم از پیامهای دوستان و بازدیدهای دوستان، همون تمرینایی که حل میکنن میبینم درست دارن جواب میدن. خود این باعث انگیزه است واسه من. خب آقا وقت